درود بیکران به پادشاه کنعان. درود بر شما. مسئله مهمی است که باید با شما در میان بگذارم. شما هم حتما موضوع لشکریان ما را به فرماندهی نهاش شنیده اید. حتما همچون همیشه پیروزی دیگری نصیبشان گشته است. نه، برخلاف همیشه شکست سختی خوردند و قهرمان ما نهاش اینک زخمی در بسته است. شکست خوردند؟ باور نکردنی است. اما موضوع فقط این نیست. به واقع آنها از کسانی شکست خوردند که اصلا سلاحی نداشتند و بدتران که اصلا جنگی در نگرفت. ستاره بخت پادشاه درخشان بود. این چگونه ممکن است؟ دقیقا مسئله همین است و شما را به همین علت خواندم که به ستاره ها و گردش افلاک نظر کنیم. ما باید بدانیم که چه بر سرمان می آید و از چه کسی. خدای بنی اسرائیل به آنان رو کرده است. خدای بنی اسرائیل؟ یعنی چه؟ کاهن بزرگ روشن‌تر بگو. چندی است که حرکت ستارگان مرا به تفکر داشته است. حرکت افلاک چنین نشان می‌دهد که قدرتی بسیار برای قوم بنی اسرائیل پدیدار خواهد شد. اخبار زیادی در باب مردی که خود را پیامبر بنی اسرائیل می‌نامد به گوش من رسیده. اما مگر خدایان آنان از خدایان ما برترند؟ قوم بنی اسرائیل بزرگی داشت به نام موسی. می‌دانم در زمان او بنی اسرائیل به کمک خدایش بر اقوام بسیار پیروز گشته است. اگر آن خدایشان را که تابوت عهد است می‌گویی، مدت هاست که به غنیمت در نزد ماست. من مقرر کردم آن را در اتاقی گذاشته و تمام درها را با ساروج و سنگ پوشانده. حال معلوم می شود که آنان خدای دیگری جز او دارند. آری، خدایی که بر آسمان حکم می راند و صاعقه ها را به خدمت می گیرد. حال چه باید کرد؟ چندی است که احترامی که لایق بت هاست فراموش شده. باید برای خدای بزرگ داجون قربانی کنیم تا ما را در برابر خدای یهود یاری کنند. از سوی دیگر باید به طریقی خشم خدایشان را نسبت به خود فرومش کنند. راست میگویم. اگر نه هیچ بعید نیست بلاهایی که در مصر بر سر فرعونیان آورد بر سر ما نیز فرود آورد. همینطور است سفر. از ساعت دستور میدهم دو شهر اشغالی اقرون و جت را به بنی اسرائیل بازگردان. فکر بسیار پسندیده است. بگذار شیرینی این پیروزی آرامشان کند تا ما نیز تدبیری کنیم. و شما کاهنان هرچه لازم می دانید برای خدایان مهیا کنید. دستور می دهم هر آنچه خواسته اید در اختیارتان باشد. کنعان سرزمین پرنعمتی است و ما برای خدایانمان خست نمی کنیم. درود بر پادشاه بزرگ کنعان. با دشمن قدرتمندی روبرو هستیم. باید بدانم روش فرمان روایشان چیست. پیامبر خدا، شما کمی استراحت کنید. من و اسحاق درستش میکنیم. میخواهید دست از این عبادت بردارم ناتانیا؟ بروید کنار که آمدم. اسحاق تو اگر بخواهی حسابی کاری هستی ها. درست که جای دو نفر غذا میخورم، اما میتوانم در عوض جای چهار نفر کار کنم. اما جان، نگفتید این اتاق به چه کار میآید؟ دیدم این قسمت معبد استفاده ای ندارد. گفتم اتاقی بسازیم جهت مسافرانی که در راه میمانند و پول ندارند. فکر خوبی است، اما بد نبود قدری هم به فضای مطبخ معبد اضافه کنیم تا مرا ببخشید مزاح کردم تا کمی بخندید. مشته باد مشته مشته باد مشته مشته باد مشته مشته باد پیامبر خدا. مشته مشته برکت وجود شما ترس در دل دشمن انداخته و آنها بدون هیچ درگیری شهرهای اقرون و جت را به ما پس دادند و بسیاری از اسیران بنی اسرائیل را نیز رها کردند. باید برای این پیروزی خدا را شکر کنیم. این نشانه ایست از یاری خدا به ما. باید شادی کنیم، باید جشن بگیریم. به مردم بگویید هنگام ظهر در معبد جمع شوند تا یک صدا خداوند را سپاس بگوییم. اطاعت پیامبر خدا. برویم. خب پس ما هم برویم و بساط جشن را مهیا کنیم.
بله حتما، البته بعد از اینکه این دیوار را تمام کردیم. خدا کند تا ما برسیم خوراکی ها تمام نشود. نه، من مخالفم. شما حکومت ارون و جت را به من واگذار کرده بودید، حال بدون نظر من این دو شهر را به بنی اسرائیل بازپس داده اید؟ مصلحت این گونه بود. کدام مصلحت؟ از چه می ترسید؟ حالتی شد و در دشت صاعقه آمد و چند سرباز کشته شدند. چند سرباز؟ بگو صدها تا، آن هم به فرماندهی نهاش، فرمانده بزرگ کنان. همه اینها یک اتفاق بود. آیا ما نبودیم که آنان را سرکوب کرده خدایشان را به اسارت گرفتیم؟ پدر چگونه این خفت را پذیرفتی و این دو شهر را به آنان بازگرداندی؟ شهرهای مرا؟ به جای دو شهر 10 شهر به تو میدهند. آیا تو چیزی از کشور داری نیاموخته ای؟ همیشه نباید ایستاد، گاهی نیز باید سرخم کرد تا تیر بلا از روی سر انسان بگذرد. نه پدر، این مصلحت و کشورداری نیست. درست به اطراف خود بنگرید چه کسانی طرف مشورتتان هستند. پیرمردانی که نسیم صبحگاهی استخوان‌هایشان را به صدا در می‌آورد و شب‌ها هزار مو جوشانده می‌خورند که صبح هنگام قلنجشان اوت نکند. کشورداری مردان آهنینی می‌خواهد که به فرمانده خود جسارت ببخشند نه وحشت. تو در مقابل من از جسارت سخن می‌گویی؟ آیا فراموش کرده ای که تمام این سرزمین ها را من فتح کردم؟ چند جوان سبک سر دورت کردن و هرچه در گوشت زمزمه می کنن تو با فریاد می گویی. آنقدر گستاخ شده ای که حتی احترام من پدرت پادشاه کنعان را نیز به جای نمی آوری. نگهبانان، نگهبانان، ایشان را برای استراحت ببرید. چه زودتر طبیبان را خبر کنید. آری راست گفتی، همه ی فتوحات از آن تو بود، اما اینک پیر و فرتود شدی. کنعان به قدرت جوان و سرزنده نیاز دارد. برای سرکوب دشمنان پیر مردان مصلحت اندیش چندان به کار نمی آید. سلام بر شما بزرگان شیرو. در سایه قدرت شما تفرقه از میان بنی اسرائیل رخت بربسته و ترس در دل دشمنان ما افتاده است. حال که بنی اسرائیل توانسته برخی از شهرهای خود را بازپس گیرد، باید به کارها سامان داد. اینک بنی اسرائیل خود صاحب سرزمین بزرگی هستند و این سرزمین بدون فرمان روای لایق که تحت رهبری شما باشد قابل اداره نیست. خواست شما چیست؟ ما به نمایندگی از طرف قوم بنی اسرائیل نزد شما آمده ایم. مردم برای رسیدگی به امور شهرهای آزاد شده و فرماندهی در نبرد فرمان روا می خواهند. بزرگی که لشکری آماده سازد و در هنگام جنگ پیشا پیش جنگ آوران باشد. همه مردم می خواهند که از طرف پیامبر برایشان همچون دیگر سرزمین ها فرمان روایی باشد. و هنگامی که انتخاب شد آیا از او اطاعت می کنند؟ آری حتماً. آیا پیامبر در این مورد شک دارند؟ اولین نیازی یک فرمانروا فرمان برداری بیچون و چرای مردم از اوست. چرا که همیشه فرمانها بر آسایش و رفاه نیست. ما سختی های بسیاری در پیش داریم. آیا به آنچه میگویید ایمان دارید؟ آری آری، اگر فرمانروا گوش به فرمان شما باشد ما نیز گوش به فرمان اوییم و هرگز تنهایش نخواهیم گذاشت. حال بروید. من از خداوند صلاح قوم را می‌خواهم و هر آنچه فرشته وحی پاسخ آورد به شما بازگو می‌کنم. همانا خداوند صلاح بندگانش را بهتر می‌داند. ای بت های کنعان و ای داجون بت بزرگ ما،
روح پادشاه ما را در کنار خود جای دهید و او را نزد ستاره مقدس عزیز دارید، چرا که او بود فاتح سرزمین های بزرگ کنعان و کشنده کافران به بت‌ها. پادشاه بزرگ ما وارد می شوند. شاه جوان به سلامت باد. آیا برای مراسم سوگواری آمده ای؟ پیش از سوگواری کارهای زیادی برای انجام است. سوگواری را زنان و پیرمردان نیز می توانند ادامه دهند. اما من باید کار مهمتری برای خوشنودی روح پدرم و بزرگی او نزد خدایان انجام دهم. قربانیان بسیاری آماده نثار به خدایان هستند. خوب است، اما خدایان ذائقه‌شان تغییر کرده. در انتهای سلطنت پدرم ضعف بر کنعانیان مستولی شده بود. حال زمان قربانی کردن دشمنانی چون بنی اسرائیل در پای خدای بزرگ داجون است. آیا نصایح پدر مرحومتان را فراموش کرده ایم؟ آن نصایح اگر کارساز بود به کار خود او می آمد. اینک بروید و خدای بنی اسرائیل را به اینجا بیاورید. در گذشته بنی اسرائیل به واسطه خدایشان قدرت عظیم داشتند. بی احترامی به آن را صلاح نمی دانم. آیا داستان مصریان و بلاهای آسمانی خدای موسی را نشنیده اید؟ اگر بخواهم داستان بشنوم در دربار داستان سرا بسیار است. من مشاورانی می خواهم که زره تن پوش خوابشان باشد. ولی هوش و تدبیر همیشه در پشت کلاه خود و زره نیست. اما شجاعت هست. شجاعت به تنهایی برای فرمان روایی کفایت نمی کنم. من به درایتی که در پشت ترس پنهان شده باشد نیازی ندارم. این چیزی نیست که مرا بترساند. آن را در زیر پای خدای من داجون بیندازید. آنجا بماند تا سر بندگانش را نیز به او برساند. شکر خدای را که در هر مشکل راهنمای سمومین است. نه نه نه، چه کسی بت‌ها را شکسته؟ درهای کاخ را ببندید و خطاکار را بیابید. زودتر زودتر. خطاکاری نخواهید یافت. این همان داستان بزرگی است که شاه آن را کوچک شمرد. چه میگویی کاهن؟ تو که به قدرت خدای بنی اسرائیل اعتقاد نداری؟ داری؟ من آنچرا میگویم که از ابتدا گفتم. آیا نمیبینید که شهر مملوک شده از بیماری دمل و موش؟ موش ها از همه جا سر بر می آورند و همه چیز را آلوده.
اینها چه ربطی به خدای بنی اسرائیل دارد؟ او اینجاست، در کاخ من، در اسارت من. در کاخ شما هم چندان بیکار ننشسته. اینها همه وهم است. آب را بر آتش بجوشانید، شهر را با دود پاکیزه گردانید و حکما مرهمی جدید بیابند. خواهید دید که تمام این بلایا از بی‌توجهی است. امیدوارم این بی‌توجهی چندان ادامه نیابد. پیامبر، ما را احضار فرمودید، در خدمتی. خداوند آنچه را که خواسته بودید اجابت فرمود. به زودی پادشاه قوم بنی اسرائیل را معرفی خواهم کرد. او کیست پیامبر خدا؟ او کیست؟ عجله نکنید، در وقت خود او را به شما معرفی خواهم کرد. همینک بروید و این خبر را به مردم دهید و جشن را مهیا سازید. خدایا سپاس، سرانجام ما بنی اسرائیل نیز پادشاهی خواهیم داشت. سپاس. خدا را شکر بالاخره رسیدیم. تالوت، تالوت اینجاست، به شهر رسیدیم. چند روز است که راه پیمایی کرده ایم و از آبادی خود دور افتادیم، اما هنوز اسبان پدرم را نیافتیم. خواهیم یافت، بد نیست سری هم به بازار بزنیم، آذوقه ایمان دیگر تمام شده است. ابنیر، ما که پول نداریم، اینجا شهر است و برای هر چیز پول طلب می کنن. اینجا شهر پیامبر بنی اسرائیل است، شنیدم او بسیار بخشنده است و جایی برای مسافران درست کرده است. پدرم نیز از کرامات او بسیار سخن می گوید و مشتاق دیدار اوست. خب پس زودتر برویم، شاید از اسبان گمشده ما نیز نشانی بدهد. شرح معجزاتش را بسیار شنیدم، برویم تا ببینیم برای ما چه معجزه‌ای دارد. پیامبر خدا، شما در جشن شرکت نمی کنید؟ حال نه، منتظر میهمانی هستم. میهمان؟ عجب شهر خلوتی است ابنیر. آن مرد میگفت همه به معبد رفتند. حال که چنین هست، ما نیز به معبد میرویم. پیامبر خدا، میهمانی برای دیدار شما آمده. آنجا ایستاده منتظر اذن ورود شما است. من سموئیل هستم، پیش بیا جوان. سلام بر پیامبر خدا، من تالوت هستم، پسر قیس که از روستای بنیامین به شیلو آمدم. خوش آمدی تالوت، من منتظرت بودم. امروز تو عزیزترین میهمان من هستی. با من بیا که با تو سخنان بسیار دارم. نمیدانم این غریبه کیست که سموئیل او را کنار خود نشانده است.
بفرمایید. سالوت. گوش به فرمانم پیامبر خدا. من امروز کاری سخت از تو خواهم خواست. هر چه بخواهید با جان و دل حاضرم. من سختی های بسیار گذراندم، چرا که کوهستان مکان سختی هاست. سختی که از آن سخن میگویم در هیچ کوه و راه سخت یا شب سرد و آفتاب سوزان یافت نمی شود. اینها نزد آن بازی کودکانه ای هستند. هرچه باشد میپذیرم، اما آن سختی چیست که این گونه عظیم است؟ آیا با مردم بوده ای؟ آری بسیار. آیا بر آنها نظاره کرده ای؟ بر رفتار و کردارشان؟ آری بسیار. و آنان را چگونه یافتی؟ متفاوت و متغیر و عجیب. سخت‌ترین کارها سرپرستی این عقاید متفاوت و متغیر و اعجاب آور است. نمی فهمم پیامبر. کاری که خداوند از تو می‌خواهد همین است، فرمان روایی بر این مردم. من؟ آری تو تالوت. تو؟ من روستازادهی که اسلام شهر مرا از خود بی خود می کند چگونه؟ خداوند دستور می دهد. اما من قدرتی برای این کار ندارم. به اذن خداوند من حامل این قدرتم برای تو. بفرمایید، طعامی لذیذ است. آه، بله، بله، متشکرم. برادران، گوش فرادهی، گوش فرادهی. همان گونه که گفته بودم، خداوند خواستتان را اجابت کرد و سرانجام فرمان روایی برای شما برگزید. خدایا شکرت، شکر. آیا هنوز بر عهد خود هستید که بیچون و چرا از فرمان روای خود پیروی کنید؟ حال که چنین است، امروز فرمان روای برگزیده خداوند را به شما معرفی خواهم کرد. باز معلوم نیست این سموئیل چه خوابی برای من دیده. خدا خودش رحم